بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید من میدونستم امروز دوباره یه عده‌ای به ما حمله میکنن که آی وطن دوست چرا از اطبای افغانستانی داری حمایت میکنی چون قصد داشتم یه برنامه بسازم اما این پیام قبل از اجرای اون برنامه اومد خوبه با هم مرور کنیم بعد بریم یه کلیپ ببینیم بعد یه خبر مهم از وزیر کشور در رابطه با اطبای افغانستان تقدیم نگاه گرمتون کنم تاریخ رو ببینید 23 اکتبر 12 و 51 دقیقه سلام آقای دوست حالا هی سنگ افغانی ها رو به سینه بزنید و بگید این کار اصلاح طلب ها هست میخوان آشوب کنن این حرف اینجا به یادگار باشه وقتی کارگر افغانی اینقدر گستاخ شده سر ساختمون کار میکرد به رهبر ایران توهین میکرد اینو خودم چند سال قبل شنیدم و دیدم ببین چند سال قبل یه افغانستانی یه توهینی کرده حالا من که ندیدم ایشون داره ادعا میکنه چند سال قبل شنیده الان داره به من گوشت میکنه که منو تحریک کنه بیام علیه افغانستانی برنامه بسازم بگم بله اینا باید برم برزید بیرون فلان اینا اینجوری دلش خونکه بعد بعضی مواقع همین خوش ها کار دست میده اون از چند وقت قبل در کرج حالا اونو گفتید واسه چی خانم ها رفتن تو باغ اینو چی میگید من همونجا تو اون برنامه هم گفتم گفتم اون اطباء غیر مجاز باید اخراج بشن حالا که اینجا ایشون داره از آب گلالو چه ماهی میخواد بگیره نمیدونم اینو چی میگید یعنی این ماجرای اخیر که الان تو کانال تلگرام گذاشتیم کارگردانی که تحت هیچ شرایطی حاضر نشد تو دام اختشاشات پارسال بیفته بله همین ایشون یه مستندی ازش اومده بیرون که به زنش میگه روسری تو بردار یه چجوری باید تو اختشاشات باشه اینطوری ازش مراقبت میکنن اینکه از هر شهروندی حکومت باید مراقبت بکنه هیچ شکی توش نیست اما دیگه بنا نیست که هر اتفاقی افتاد یقه حکومت هم بگیریم همه جای دنیا این اتفاقات میفته ما تو برنامه قبلی که در همین آیه داریش و همسرش ساختیم اونجا توضیح دادم چه بازیگرایی خواننده ها نمیدونم سلبریتی هایی که تو دنیا کشته شدن اینجوری کشته شدن خودکشی کردن یا زندگیشون به قتل منجر شده اینا رو پس ماستا رو تو قیما نریزید بعد میگه حالا یه کلیپ درست کنید و سنگ افغانی ها رو به سینه بزنید این افغانی های جوان هر کدام نماینده طالبان و عبدالحمید هستن خوش خیال بودن هم حدی داره خب اینها رو به ما گفته گفته چرا کلیپ میسازی از افغانستانی ها حمایت میکنی خب اولا که ما اونجایی که حمایت بکنیم حمایت میکنیم اونجایی هم که نقد داریم نقد میکنیم اما چرا اینو برای من فرستادن یه کلیپ رو ما منتشر کردیم توی کانال تلگرام بریم یه بخشش رو با هم ببینیم چجوری جو رفتی پشتش؟ داود هم همین همینطور میرویس هم همینطور هر سه تا رفتی اینطور پشتش؟ اینجا چیکار کردید که سیم خارداره بهتون نخوره. ریام دلار گاز اینجا فامون گذاشت، دلار گفت. پس خیلی سخت نبود برات. نه. اون چرا از اون در نرفتید که تر بود؟ کریم گفت داره کریم گفت دوربین داره؟ در اونجوری بود. در اونجوری بود؟ خب. رفتیم تو. چه جوری رفتید؟ کی اول کریم اول کریم رفت؟ تو من رو دیدی؟ من کجا نشد؟ خب این فیلم صحنه بازسازی قتل های مهرجویی و همسرشون هست که قاتلین از اتباع افغانستان هم. فیلم کاملش رو خواستید ببینید توی کانال تلگرام ما هست که لینکش سری همین ویدیو هست برخی برنامه این شکلی رو و خبرهای دست اول رو که به دلیل قانون کپی رایت یوتیوب نمیتونیم اینجا منتشر کنیم اونجا به سم نظرتون میرسونیم حالا اومدن میگن آقا اینا اتباع افغانستان هم. این امثال توی وطن دوست اومدید حمایت کردید از اینها اینا دارن قتل میکنن اولا که ما کی از اینا حمایت کردیم ما از اتباع افغانستانی حمایت کردیم که 20 سال 30 سال 40 سال تو ایرانن قانونی دارن زندگی میکنن یعنی مدرک شناسایی دارن الان هم که ثبت نام شده سازمان ملی مهاجرت مجلس هم یه اتفاقاتی داره میفته اینا رفتن ثبت نام کردن یه کارتی بهشون میدن شبیه به اون چه که ما بهش میگیم کارت ملی نه کارت ملی ها کارت ملی برای شهروندان ایرانیه یک کارتی بهشون میدن که شناسه داره یه عدد ده رقمی داره از طریق اون شناسه اینها شناسایی میشن اخیرا هم توی شهر یه طرحی پیاده سازی شد برای اتباع افغانستانی در بنگاه های معاملات ملکی که اگر خاطرتون باشه تو برنامه قبلی من اشاره کردم آقا شما چرا به اتباع افغانستانی داری خونه اجاره میدی با چند برابر قیمت اونم غیر مجاز یه نفرشو میاد خونه رو میگیره ده نفر دیگه میچپن اون تو اکثرا هم مجرد و اکثرا غیر قانونی اومدن ما به این نقد کردیم این که حالا شما به دروغ بیای بگی وطن شما عینا حمایت کردی این دروغه این تهمت فردا قیمت با جواب پس بدی حالا وزیر کشور آقای احمد وحیدی درباره اظهاراتی که از نمایندگان مجلس که خیلی سر کرد مبنی بر پیشبینی ارائه کارت ملی اتباع بیگانه به مهاجران ایشون گفته اصلا اتباع کارت ملی ندارن بلکه همونطور که گفتم شناسایی براشون وجود داره که همون مفهوم کد رو داره که اتباع با اون شناخته میشن کارتی هم با عنوان کارت شناسایی برای اونها وجود داره که با توجه به وجود کارت های شناسایی متعدد برای اتباع خارجی سازمان مهاجرت به دنبال اینه که حتی مقدور. کارت ها رو واحد کنه که بشه مدیریت بهتری رو اعمال کرد یعنی طرف یه کارت واحد داشته باشه همشون دیگه هر کدوم یه دونه دو تا سه تا چهار تا کارت دارن همه اینا جمع بشه یه کارت بهشون میدن توسط اون کارت شناسایی میشن این آقای ایکس فرزند کیه کی اومده کجا زندگی میکنه همه مشخصاتش هست که اگر فردا قتلی جنایتی سرقتی نمیدونم هر تخلفی که در جمهوری اسلامی اینا مرتکب شدن به واسطه اون کارت قابل شناسایی باشه الان همینطور که شما اثر انگشت ازت گرفتن از اینا هم باید گرفته بشه که فردا اگر سر صحنه جنایتی چیزی اتفاقی افتاده بود بالاخره اون تیم کارشناس از ادل آگاهی که میان بررسی میکنن میفهمن این اثر انگش مال کی بوده مال فلانی دستگیرش بکنن اما اینکه یه عده همین جوری بی و پیکر ول کنی اتباع خارجی غیر مجاز بیان هر کاری دلشون میخواد کنن این مورد انتقاد جدی ما بوده اینو که به ما نمیتونید بچسبونید که بعدش هم شما به سیاست های نظام ایمان داشته باش حالا نمیگیم یه جایی یه مسئولی حرفی میزنه ما نقد میکنیم اون جای خود اما سیاست های کلی نظام رو که ما داریم تایید میکنیم و حمایت میکنیم ازش مگه تو همین بحث قفقاز نبود یه دمی گفتن آقا جنگ میشه درگیری میشه سیونیکو میگیرن نمیدونم زنگ زور رو دیگه راه اندازی میکنن ما گفتیم آقا همه اینا پود میشه میره رو هوا چارش هم شخ زدن اسقاطیل خب همین اتفاق افتاد مگر تحلیل های ما تا حالا غلط از آب در اومده الحمدلله به لطف خدا و اهل بیت تمام تحلیل های ما تا اینجا درست بوده مولا درزش نمیره همین قفقاز ببینید ما گفتیم الان وزیر خارجهشون امروز تو تهرانه اون فرمت سه به علاوه سه که هست سه کشور قفقاز، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان از این طرف هم سه تا کشور همسایه ایران، ترکیه و روسیه جمعشن مناقشات رو حل کنن تازه جمهوری اسلامی بهشون گفته حل مناقشات این منطقه قفقاز فقط با حضور همین سه به علاوه سه بیگانگان حق ندارن بیان ببین با یه تیر دو نشون زد اولا اونجا اسقاطیل رو شخم زد این حوزه قفقاز رفت رو هوا دوما مدیریت رو خودش به دست گرفته و اگر تو نمیخوای به این ایمان بیاری هی برو حالا بشین تحلیل های آبکی رو نگاه کن آقا میزنیم آقا میترکونیم. در بحث اطباع افغانستان هم همینه جمهوری اسلامی داره مدیریت میکنه صحنه رو شما حالا انتظار داری یه شبه بیا مثلا چند میلیون آدم بریزن بیرون خب این یه انتظار غلط بیجا و نشدنیه ببین اگر شدنی بود گفتم انتظار شما درسته شما از حاکمیت توقع داری این دغدغه شما رو برطرف کنه اطباع افغانستان رو اخراج کنه ما که یه شبکه که نمیشه که نیاز به برنامه‌ریزی داره شما چند میلیون آدم اینجا داری که بعضیاشون اینا قانونی مدن زندگی میکنن سرشون انداختن پایین خیلی آروم و ساکت دارن زندگیشون میکنن به خاطر مساری که تو کشور خودشون وجود داره مجبور شدن بیاید. اینو اگر متوجه بشی تو الان تو ایران خدای که جنگی بشه مجبور بشی بری عراق بری سوریه اونجا تازه حال این افغانستانی ها رو درک اونم با زن و بچه اما نه اون ادعی که غیر قانونی اومدن قاچاق اومدن اون ادعی که اینها بالا خطر خطر امنیتی داره ما بارها تذکر دادیم و حاکمیت دنبالش اینو حل بکنه حالا شما اگه هر روز بیا به من پیام بده هر روز پیام بده که من هر روز برنامه نمی‌سازم که بر اطبا افغانستان اون جایی که احساس کنم نیاز برنامه می‌سازم اون جایی که احساس بکنم انتقادی است انتقاد می‌کنم هم که نیاز باشه حمایت می‌کنم حمایت می‌کنم الان امروز دوباره این فیلم با اساسیه صحنه جرم اومده بیرون ما متوجه شدیم که یه ادعی دوباره می‌خوان میان میگن آقا ببین اطبا افغانستان اینجوری دوباره برنامه می‌سازیم توضیح میدیم حالا شما اگر میخوای مقاومت کنی در برابر یک مطلب حق این دیگه به خودت مربوطه بالاتر از همه اینها قبلا هم گفتم ملک ملک خداست مخلوقات هم مخلوقات خداند خون تو از هیچ کسی رنگین تن نیست نگو من ایرانی ام من فلان هم من میسر این چه نجات پرستی اگر خودت رو گذاشتی جای اون اطبای افغانستانی اطبای هر کشور دیگه ای. مگه این همه ایرانی مهاجرت نکردن به کل دنیا و الان بندزنشون بیرون بگن شما چرا مهاجرت کردید مثل آیه قرآنه یه جایی تو باید مهاجرت کنی مجبور اینا مجبور شدن مهاجرت کنن حالا چهل سال جمهوری اسلامی خدمت کرده مهمان نوازی کرده شما بیاد تو چهار روز همه رو بریز به هم این که نشد که یه مقدار فضا رو از این فضای ملتهب احساسی بیارید بیرون یه مقدار منطقی و عقلانی هم فکر بکنید اگر یه نفر یه جایی خبت و خطا کرده به پای ملت ننویس آقا اینا قاتل بودن بله دستگیر شدن بله مجازات میشن بله اما آیا این به که همه اطباء افغانستان قاتلن این بدور از اقلانیت و منطقه یه مقدار این فضای احساسی رو بذارید کنار منطقی بشین صحبت بکنید اگر حرفی هم دارید تو کامنت ها منطقی بنویسید منطقی جواب بدیم که بیای حمله کنی آقای وطن دوست سنگ اینا رو بسینه میزنی سنگ اونا رو برای من این مهمه که قرآن چی گفته اهل بیت چی گفتن سیره پیامبر چی بوده اسلام از ما چی میخواد اسلام دین رحمت دین مودت میگه انما المؤمنون و مؤمنین با هم برادرن یعنی انقدر مهم زیست مسالمت آمیز حالا شما بیا درگیری بنداز بین دو ملت کی نفع میبره دشمن آیا این به این معناست که این اطبای غیر مجاز و فلان رو بی خیالشیم؟ نه به جاش درباره هم صحبت میکنیم موزه میگیریم نقد میکنیم و از مسئولی میخوایم یه فکری بکنم خب مسئولین هم دارن کار میکنن همین سازمان ملی مهاجرت برای همین تاسیس شده دیگه یه مقدار دقت کنید که فضا رو متشنج نکنید یا علی التماس تو خدا نگهدارتون